بچه ها سلام، میدارم که حالتون خوب باشه. در خدمتونم با این ویدیو. بعد از یه ماهی که نبودم دوباره برگشتم با این ویدیو و میخوایم بررسی بکنیم آپدیت ورژن 2.1.0 بازی رو. خب توی این یه ماهی که من نبودم به علت یه سری مسائل مختلف که همتون میدونید نخواستم ویدیویی بذارم و حتی به خاطر اینترنت که خیلی افتضاح بودش اصلا نتونستم کاری انجام بدم. حالا با آپدیت ورژن 2.1.0 بازی که امروز منتشر شده یواش یواش میخوایم ویدیو گذاشتن رو شروع بکنم. امیدوارم که هرچه سریعتر وضعیت کشورمون اوکی بشه و مردم کشورمون به اون چیزی که لیاقتش رو دارن برسن. بریم سراغ بررسی آپدیت ورژن 2.1.0 بازی که امروز منتشر شده، ببینیم که چه اتفاقایی در بازی افتاده. اولی مطلب که در مورد کمپین های لاگین هستش که شما به محض اینکه وارد بازی میشید، هر روزی که وارد بازی میشید میتونید این جوایزشو بگیرید که غالبا شامل EXP ترنینگ میشه و GP، که توصیه میکنم هر روز حداقل یه بار وارد بازی بشید و حداقل همین کمپین های لاگین رو از دست ندید. بریم سراغ پک های جدیدی که امروز به بازی اضافه شدن، ببینیم که چه اتفاقایی افتاده بعد از این آپدیت ورژن 2.1.0 بازی و چه پک های جدیدی به بازی اضافه شدن، البته اگه نت یاری بکنه و بتونی وارد اون قسمت بشیم. قبل از آپدیت ما توی این قسمت کانترکت سه تا بخش بیشتر نداشتیم: قسمت منیجر، قسمت استاندارد پلیر و قسمت اسپیشل پلیر. من تا بعد از آپدیت یه بخش جدید به بازی اضافه شده، قسمت پک، که شما خیلی راحت از طریق این گزینه دسترسی دارید به پک‌های پریمیوم و سفیری که جدیداً به بازی اضافه شدن. خب چهارمین پک سفیر هم به بازی اضافه شده، پک برونو فرناندز هست. چهارمین پک سفیر، ما قبلاً پک‌های مسی، نیمار و آرنولدو داشتیم که به بازی اضافه شدن، همچنان آرنولد اینجا موجود هست و شما میتونید این پک‌ها رو ساینشون بکنید. قیمتش هم 1500 تا سکه هست و جدیدترین پک که به بازی اضافه شده قسمت پک برونو فرناندز هستش که 1500 تا سکه قیمتش هست. و ببینید چه بازیکنایی داخل این پک وجود دارن غیر از خود برونو. کریس رونالدو رو داریم، روبن دیاز رو داریم، برناردو سیلوا، ژو فلیکس، رافائل لیاو، لوک شاو، روی پاتریسیو، رافینیا، پپه، ویلیام کاروالیو و در کنارش هم 15 تا EXP ترنینگ 4000 رو شما میتونید دریافت بکنید. بازیکنای تقریبا خوبی داخل پک برونو فرناندز هستش که حالا اگه سکه دارید میتونید این قسمت رو ساینش بکنید. بریم سراغ سایر پک هایی که امروز به بازی اضافه شدن. پنجمین قرعه اپیک هم امروز به بازی اضافه شده که اگه بیاره که خوب میشه. پنجمین قرعه اپیک بازی قرعه تیم تاتنهام هستش با حضور 3 تا بازیکن، 2 تا AMF و یه دونه CF. گاسکوین، فاندرفارت و کین رو ما داخل این باکس داریم. بریم سراغ قرعه جذابی که اینجا وجود داره، پلیر آف دی وی یا همون قرعه پوت رو داریم که واقعا من خودم با عملکردی که لیگ هالند تو هفته گذشته داشت مطمئن بودم که داخل این باکس میاد، ولی متاسفانه نیومد. خب داخل این باکس ما بازیکنای خوبی رو داریم که شامل فیل فودن هست و موسیالا، که واقعا این دوتا جاشون واقعا تو این باکسه بود، ولی به نظر من جای ارلینگ هالند خیلی خالیه. واقعا عملکرد طوفانی داشت تو هفته که گذشت و من انتظار داشتم که اینجا یه هالند 101 رو ببینم، که خب این اتفاق نیفتاد. ولی خب بازیکنای یه بدی هم داخل این باکس وجود ندارن که بهترینشون حالا همین فیل فودن هستش که میتونید این قسمت هم ساینش رو انجام بدید. بریم سراغ باکس هایی که میشه با نومینیتینگ کانترکت اینا رو ساینشون کرد، که دوتا باکس جدید به بازی اضافه شدن که خب این باکس خیلی مهم نیست. بریم سراغ این باکس یا باکس ترانسفرز یا پلیر ترانسفرز. از جذابترین نقل و انتقالاتی که صورت گرفته، شما میتونید این قسمت رو ساین بکنید که نیاز دارید به نومینیتینگ کانترکت 5 ستاره، که در ادامه میگم که چجوری میتونید اینو به دست بیارید. خب بازیکنایی که وجود دارن، یه دونه کاسمیرو رو داریم که از رئال اومد من یونایتد، ژول کوندر رو داریم که به بارسا پیوست و سایر بازیکنایی که اینجا وجود دارن، و حالا با توجه به نیازتون میتونید هر کدوم از اینا رو که خواستید دریافتش بکنید. خب این از قرعه های جذابی که بعد از آپدیت ورژن 2.1.0 به بازی اضافه شدن. بریم سراغ ایونت ها. خب قبل اینکه بریم سراغ ایونت ها، من یه دونه شانس رایگان از این قرعه تیم تاتنهام دارم که با هم دیگه اینو ساینش میکنیم، ببینیم که چه اتفاق میفته و میتونم یه دونه اپیک کارت بگیرم بالاخره برای اولین بار، یا نه که نشد. خب ورزشگاهم که باید سبز میشد که سبز نشد و یه بازیکن چرت و پرت تونستم بگیرم، بامفورد رو تونستم بگیرم. خب بریم با هم دیگه سراغ ایونت ها.
داخل قسمت مچ بازی هستیم. تنها تغییری که میشه گفت اینجا دیده میشه قسمت فرند مچ هست که تصویرش فرق کرده. قبلا تصویر از رخکن تیم من یونایتد بود، اما الان یه تصویر از تیم بایر مونیخ اینجا وجود داره. خب بریم سراغ ایونت ها و ببینیم چه اتفاقاتی افتاده داخل این قسمت و چه ایونت های جدیدی به بازی اضافه شدن، البته اگه بیاره. ایونت های جدیدی که به بازی اضافه شدن بعد از آپدیت، ایونت استارتر هستش که ما اینو قبلا هم داشتیم ولی دوباره ریفرش شده و شما میتونید مجددا ایونت رو انجامش بدید و مهمترین جایزه‌ای که میتونید بگیرید یک نامینیتینگ کانترکت 5 ستاره هستش. مون تو در کنارش شما میتونید کلی جی پی و ای ایکس پی ترنینگ هم به دست بیارید که خیلی ایونت باحالیه و شما میتونید با تحویل کردنش هم جی پی هم ای ایکس پی ترنینگ و هم نامینیتینگ کانترکت 5 ستاره بگیرید. خب دو تا ایونت هم اینجا داریم. یک ایونت انگلش لیگ هست که شما میتونید با انجام دادن یه دونه شانس رایگان بگیرید. ایونت بعدی ایونت جی لیگ هستش که نامینیتینگ کانترکت 3 ستاره میتونید بگیرید، اینو قبلا داشتیم. و ایونت چمپیونز لیگ رو اینجا داریم که شما با تکمیل کردن این ایونت چمپیونز لیگ میتونید شانس رایگان هم بگیرید. و ایونت پایانی ایونتیه که شما میتونید 50 تا ای فوتبال کوین به دست بیارید. خب برای این ایونت AFC چمپیونز لیگ، این تور ایونتش هست، یه دونه چالش ایونت هم داره AFC چمپیونز لیگ که در این قسمت موجود هستش که اگه بیاره نتیاری بکنه من بهتون نشون میدم. AFC چمپیونز لیگ دو تا ایونت داخل بازی وجود داره ازش که یکیش رو بهتون نشون دادم داخل این قسمت بود و ایونت دومیش داخل این قسمته که من اگر روی این قسمت بزنم، روی این قسمت ایونت شما فقط کافیه که بزنید و ایونت AFC چمپیونز لیگ قسمت چالش ایونتش هستش که اینجا ریواردهایی که شما میتونید بگیرید شامل EXP ترنینگ و جی پی هستش. بریم سراغ قسمت شاپ بازی ببینیم چه تغییراتی اینجا رخ داده. خب اضافه شدن یه قسمت جدیدی رو داریم تحت عنوان قسمت پک که شما از طریق این گزینه دسترسی دارید به اون پک های پریمیوم که به بازی اضافه شدن. بریم سراغ قسمت ای فوتبال پوینت و ببینیم چه تغییراتی رو اینجا وجود داره. خب وارد قسمت پلیر میشم. سه تا بازیکن جدید به این بخش اضافه شدن، رنان لودی، ادریسا گاناگی و کلایورد به بازی اضافه شدن و بازیکنایی که قبلش هم وجود داشتن که شما میتونید حالا با ای فوتبال پوینت اگر بازیکنی مد نظرتون هست رو دریافتش بکنید. در قسمت آیتم ها هم که تغییری اصلا صورت نگرفته و همون مواردی که قبلا بود هم همچنان وجود داره. مطلب پایانی هم در مورد اون بچه‌ای هستش که پک تیم میلان رو از این قسمت خریداری کردن. یعنی درست این پک اومدن و خریداری کردن. امروز بعد از آپدیت ورژن 2.0 این کیتی که اینجا ملاحظه می‌کنید بهشون اهدا شده. خب بچه‌ها رسیدیم به پایان ویدیوی امروز. امیدوارم که با لایک و کامنتتون از من حمایت بکنید. تا ویدیو بعدی می‌بینمتون. خدا نگهدار.